اعتراف آخوند روحانی به فشارها و بحرانهای گریبانگیر رژیم. رئیس جمهور یمن هماهنگی با آمریکا برای مقابله با رژیم ایران. جلوگیری از سوخت رسانی به هواپیماهای رژیم ایران. آخوند روحانی طی سخنانی در جمع عوامل و مهره‌های رژیم تحت عنوان مدیران و محققان جهاد دانشگاهی به فشارها و بحرانهای گریبانگیر رژیم اعتراف کرد و گفت هیچ زمانی بدخواهان ما تا امروز در طول 40 سال گذشته با این سختی و فشار ما را تحریم نکرده. توان دولت محدود است، منابع دولت محدود است و ما امروز در روز سختی هستیم، در روز فشار هستیم. عبد رب منصور هادی رئیس جمهور یمن اعلام کرد میان یمن و آمریکا در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم، مقابله با دخالت‌ها و جاه‌طلبی‌های رژیم ایران و برهم زدن ثبات در منطقه و جهان همکاری و هماهنگی وجود دارد. وی که با کریستوفر هنزل سفیر آمریکا در یمن دیدار می‌کرد گفت از مدت‌ها پیش نسبت به دخالت‌های رژیم ایران هشدار داده است. تورج دهقان زنگنه مدیرعامل رژیم در هواپیمایی ایران ایر اعتراف کرد برخی فرودگاه‌های بین‌المللی به هواپیماهای ایران سوخت نمی‌دهند. به گفته این کارگزار رژیم از جمله برخی از فرودگاه‌های ترکیه به ایران ایر سوخت رسانی نمی‌کنند. خاطر نشان می‌شود وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اول مرداد هشدار داده بود که هر گونه همکاری با شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌تواند تحریم، تنبیه، عواقب کیفری و جزایی در پی داشته باشد. وزارت خزانه داری آمریکا شرکت پاکار تولید کننده خودروهای سنگین و نیمه سنگین آمریکایی را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی به پرداخت جریمه به مبلغ 1,709,325 دلار محکوم کرد. این شرکت موافقت کرده است برای 63 مورد نقض آشکار تحریم‌ها علیه رژیم ایران جریمه بپردازد. این نقض‌ها به واسطه شرکت کامیون‌های داف هلند که مستقر در هلند است صورت گرفته است. پیش از این آمریکا یک شرکت چینی را به دلیل خرید نفت از ایران تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسه ادعای رژیم آخوندی مبنی بر دعوت از آخوند روحانی به اجلاس گروه 7 را تکذیب کرد. یک دیپلمات فرانسوی گفت امانوئل ماکرون از روحانی برای حضور در این اجلاس دعوت نکرده است. از روز گذشته و بعد از تماس تلفنی آخوند روحانی با امانوئل ماکرون، رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری حکومتی ایسنا مدعی شدند امانوئل ماکرون از روحانی برای شرکت در اجلاس جی 7 در پاریس دعوت به عمل آورده است. طوفانی با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است. این طوفان که روز چهارشنبه شروع شده تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. بر اثر این طوفان شهرهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز دچار اختلال در حمل و نقل و آلودگی شدید هوا خواهند بود. موج گرما در ژاپن در 7 روز گذشته جان 57 تن را گرفت که 5 برابر تلفات گرمای شدید در هفته گذشته است. همچنین در این هفته حداقل 18,000 تن نیز در بیمارستان‌های ژاپن به دلیل گرمازدگی بستری شدند که 4 برابر هفته گذشته است.